از کسانی که مخالفت می‌ورزند و ادعا می‌کنند بله برابری رو دوست داریم، ولی این نه، بدونید که مزدورند، بدونید که می‌خوان حق زن رو بخورن، و ما زمانی می‌تونیم روی پامون بیستیم و ایرانی قدرتمند و آزاد داشته باشیم که حق زن ایرانی توسط خودش با پشتیبانی مردان کشور گرفته بشه، نه اینکه حق رو به زن بدیم. در دورهای متفاوت وقتی مطالعه میکنیم اومدن و حق رو به زن دادن ولی به راحتی گرفته شده. چرا؟ به دلیل همین مسئله‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم، زن در مجلس حضور نداشته و حقوق زن میبایست برابر نوشته بشه. این پایه‌های اولیه و نخستین جامعه مدنی و ایران نوین آینده است و کشوری پارلمانی. این یک. دو، در این جنبش برابر همگان که بخوان کشور رو بفروشند ایستاده ایم، هر کسی با هر نامی در هر کجا، کشورم رو پارلمانی خواهم کرد. به ایرانم سوگند که دیگه دست روس و انگلیس در کشورم باز نشه، افرادی رو با زد و بند وارد کشورم بکنن یا باقی مانده این حاکمیت و جرسومه های فساد باقی بمونن در رأس حکومت که بتونن مجددن قراردادهای نفتی و گازی رو ببندن، منابع طبیعی ما رو بفروشن، مجانن در اختیار جهان قرار بدن، دکلهای یکی پس از دیگری فروخته بشه، قراردادهای یکی پس از دیگری بسته بشه و مردم ندونن که این ثروت سرشاری که متعلق به اونها بوده و هست توسط چه کسانی با چه شرایطی در چه زمانی بسته شده، چند سال، چگونه، ملت هیچی ندونن، بگن برو بشین تو خونه. از کسانی که شما رو با هر نامی با هر شکلی گول میزنند و مایوستون میسازند، از فراخوانهایی که ما میدیم، از تشکلهایی که به وجود میاریم، از هدف مقدسی که برای کشور داشتیم و داریم. همیشه خدمتتون عرض کردم نگاه نکنید چه کسانی میان قشنگ برای شما صحبت میکنن، چه شعارهایی میدن، پشت شاه میستن، پشت شاهزاده میستن، خودشون رو هزار دستی میبندن، زنجیر میکنن، ببینید کجا میخوان پیادتون بکنن. مگر نه این است که ما صحبت از حاکمیت ملی و مردمی میکنیم؟ حاکمیت ملی یعنی چیست؟ یعنی چی؟ یعنی حکم مردم به تعیین سرنوشت خودشون. پس اگر قرار است که مردم در ایران آینده تصمیم بگیرند، چه برای انتخاب نوع نظام، چه برای انتخاب نماینده، پس بحث این افراد که شماها حق ندارید بخواید فراخوان بدید باید برید کنار. 17 دی ماه سرآغازی است برای انقلاب دموکراتیک ملت ایران اگر بخواهید. من تمام سعی و کوشش و تلاش خودم رو کردم، حتی با کسانی ساعتها وقت گذاشتم و متوجهشون ساختم که حتی از نگاه گذشته همچنین امروز به آینده با هم همخوان نبوده و نیستیم، ولی تونستم توافقشون رو جلب بکنم برای اینکه تنها راه شکست حکومت شیطانی و اشغالگر همبستگی است کف خیابونها و دنیای مجازی که امروز حرف اول رو میزنه. 90% از کسانی که در دنیای مجازی حرف اول رو میزنن رو در کنار هم داریم، فارغ از این که چه کسی جمهوری خواه هست، چه کسی پادشاهی. و من به اندازه کافی میکنم در این جلسه توضیحات فراوان داد، ختم کلام رو اعلام کردم که به هیچ عنوان وارد جنگ های عقیدتی و سیاسی نشید. کسانی که شما رو تحریک میکنند، مایوس میسازند، فوش و ناسزا میدن، عکس شاهزاده و عکس شاه رو میگذارن. و باز تکرار میکنم 17 دی ماه که حداقل کاری است که میتونن بکنن، اگر بخواین حتی به تاریخ برگردیم از مردم بخواهن که در خیابان حضور پیدا بکنن، تفرقه افکنی. چرا؟ به دلیل هم قرارداد نفتی است. به شما اینجوری نمیگن، دست روس و انگلیس در این کار است، دست فراماسون ها در فیک نیوز، در رسانه های میلیارد دلاری است که به زبان فارسی و پارسی داره سر تا سر کشور پخش میشه. به همونجا بسنده نمی‌کنند، وارد رسانه‌های لس آنجلسی شدن، به همینجا بسنده نمی‌کنند، وارد دنیای مجازی شدن، به همینجا بسنده نمی‌کنند. ولشون کنی در منزلتون هم خواهند.